من مسلمانم ماریا، مسلمانی که قلبش نقره داغ یک دختر یهودی شد و در انتظار وصلش 15 سال تمام به علی خیانت کرد. هر بار که خواستم سفره دلم را برایت باز کنم، از معصومیت و خلوصت خجالت کشیدم. سپید دمی که کوفه به دست یکی از فرزندان نامشروعش فرق مرادم را شکافت، من بیزار از کوفه و کوفیان سر به بیابان نهادم. نمی توانستم در شهری نفس بکشم که پر از نفسهای علی بود. آرزو می کردم ای کاش دشنه نامردی سینه مرا هم بشکافد و از غم و اندوه بی پدری خلاصم کند. گریختم، از کوفه و مردمانش گریختم. کجا می رویم؟ دوست داری کجا برویم؟ جمل؟ صفین؟ نهروان؟ کجا؟ این بار اختیار با تو، هر کجا که دوست داشتی برو، اما فقط به شرط آنکه مرا به علی برسانی. به علی، به مردی که مادر عالم نظیرش رو نزاییده. یادت هست وقتی ذوالفقار میکشید و نعره میزد کوه از مهابت نعرش میلرزید؟ تو خیلی کیف میکردی، کیه میکشیدی و روی دو پا میرخصیدی. یک بار انقدر کیفور شدی که مرا به زمین کوبیدی. صفین بود نه؟ در جنگ با امرآس شرم علی را دیدی؟ شرم علی مانع نمیشد، آن روز برای ابد بساط ظلم برچیده میشد. چرا هی به طرف کوفه میچرخی؟ علی در کوفه نیست، علی از کوفه بیزار است. کوفه کی صدای درد دلهای شبانه علی را شنید؟ ها؟ یادت نیست سر در چاه میکرد، حقیق میگریست و از مردم کوفه و کوفیان مینالید؟ کی دستان پرمهر و نوازش علی را دید که بر سر کودکان یتیمش میکشید؟ آخ، نفرین به کوفه و کوفیان که هرگز علی را نشناخت. پس بتاز، بتاز ای باد پای من، اما نه به سوی کوفه. تو را به نجابت اجدادت قسم، کوفه را فراموش کن. کوفه مقتل علی است. صدای فست و رب الکعبه اش را نشنیدی؟ پس پرواز کن، سم بر زمین نکوب، پرواز کن، مرا به عرش ببر، پیش علی. مرحبا رفیق، نشانه را درست آمده ای.
او یکه با تنهاست مثال علی. در این برهوت سوزان یا تا در سایه سخاوتش نفسی جا. راه را غلط آمدیم. این قتل نفس است، خودکشی است. با خودکشی به علی نمی رسیم. چرا به من بد نگاه می کنی؟ خودش در کابوس من ظاهر شد. خیلی هم عصبانی بود. من سر به بیابان نهادم که گم شوم، که بمیرم. می بینی که از این برهوت حتی شتر هم نمیتواند جال سالم به در برد. اما علی مرگ ما را خوش ندارد. با خشم خواست که به زندگی برگردیم. بیا تا وقت باقی است باید جان ما را نجات بده. بیا که از من گیجتری. گم شدیم. ما که از کوفه زیاد دور نشده بودیم. حیف باد. تو چطور راهی را که آمده ای نمیتوانی پیدا کنی؟ ها؟ غریبه. بخور. نه
دوزدی؟ نه. عربی که راه بیابان را گم کند به درد گور می‌خورد. تو از کدام قبیله ای؟ قبیله بنی حیوان. آدم خاری؟ ترسیدم. چه شد که گم شدی؟ حکایتش مفصل است. از کجا می آمدی؟ از کوفه. به کجا می رفتی؟ به کوفه. مسخره خودتی؟ مسخره نمی کنم. من به شوق مرگ از کوفه به در شدم. وقتی در برهوت اسرائیل را دیدم ترسیدم، خواستم دوباره به کوفه بروم، گم شدم. اهل کوفه ای؟ ای کاش نبودم. من کوفه را ندیدم ولی شنیدم خیلی دیدنیست. چه شنیدی؟ شنیدم در خانه هایشان نهر آب جاریست، زنانشان نان نمیپزند و شطور نمیدوشند، به صورتهایشان قازه میمالند و به چشمهایشان سرمه میکشند. نشسته به پرچانگی؟ بلند شو خمیر بساز. علی، علی، وای، تو علی را میشناسی؟ با علی چه نسبتی داری؟ من از نزدیکان علی هستم. تو به این همه بیشرمی؟ حیف که میهمانی و بنی قریظه میهمان کش نیست. ما یهودی هستیم و تشنه به خون علی. میدانم. میدانی؟ بله. فکر میکردم عربی که راه بیابان را گم کند خیلی خر است. از کجا فهمیدی زبل؟ از ستاره داوودی که به گردن داری. به راه زن نان میدادیم گواراتر من بود تا به علوی. علی را میشناسید؟ بهتر از تو که از نزدیکانش. از او چه میدانید؟ علی کمر یهود را در خیبر شکست. سن و سالت قد نمیدهد که خیبر را دیده باشی. من جهنم خیبر را دیدم غریبه. از یهود بنی قریظه حتی یک مرد زنده نماند. حتی یک مرد. دشمنی یهود با علی دشمنی با پدر کشته است. مردان قبیله بفهمند از نزدیکان علی هستی، لقمه سگت می کنند. یعنی بزن به چک. علی را که دیدی برایش از کینه ما تعریف کن و از میهمان نوازی من. چرا فقط خون یهود را علم کرده اید؟ چرا از خیانت یهود حرفی نمی زنید؟ در جنگ که حلوا خیرات نمی کنند، نکشی کشته می شوی. خونبهای یهود را از کسانی مطالبه کنید که باعث و بانی جنگ بودند، نه از علی. شر نتراش غریبه. سگان قبیله را به جانم نینداز. اسبت تیمار شده، خودت سیراب. راحت را بکش و برو. صدایت هم در نیاید که از نزدیکان خلیفه. شیرفم شد؟ بزن قطامه، بزن. نام من همیراست. چه نام با مسمایی؟ هم نام ام المؤمنین شما. شنیدم پیامبرتان عایشه زنش را همیرا میخوانده. درست شنیدی، فتنه. قطامه کیه؟ دختر زیباروی و سیاه چشم قبیله تیمور رباب، قاتل اصلی علی. درست شنیدم، قاتل علی؟ یعنی علی کشته شده؟ آره. شادی کنید. علی کشته شده، علی را کشته. شادی کنید. علی سر بر بالین مرگ نهاده. تا بوده همین بوده غریبه، گله ندارد. زمان قدار است و بیوفا. یکی مثل تو به سر و سینه میکوبد که وا مصیبتا امیرالمؤمنین را کشتند. یکی مثل این دختره که ورپریده
به شکن میزند و با دومش گردو میشکند و مشتلق میخواهد که چه؟ ابو تراب را کشتند. به حال من عرب پاپتی بادیه چه فرقی میکند؟ رزق ما را حواله خار مغیلان کردند. پیشانی نوشتمان رنجست و زحمت و زحمت و زحمت. شنیده بودم ابو تراب در حیا و پاکی مثل بوده غریبه. بله 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 بله، درست شنیدید. خبرت قبیله را شادمان کرده. امشب ریش سفیدان بنی قریظه به عیادت تو می آیند. چشمت را درویش کن، قبیله از تو هزار حرف و حدیث. یادت باشد که از زخم دلت حرفی نزنی و الا سرت را سالم به کوفه نمی ده. همیرا بیا کمک بزها را بدوشیم. پس کی مشک بزند؟ پدر تن لش مفت خورد، پایش افلیج است، دست شکستش که سالم است. بیدارش کن مشک بزند. باشو باشو. ناراحت شدی؟ از چه زلزله؟ از حرفای مادرم. نه، او جوانیش به قمار رفته، بار مردش را هم به گرده می کشد. حق دارد به زمین و زمان دشنام دهد. نامت را که مثل راحت گم نکردی. کردی؟ نامم را برای چه می خواهی؟ شاید برای سنگ قبرت. پس بنویس سنگ دل، بر لوح قلب سنگیت بنویس شعذب غلام علی. می نویسم شعذب مجنون. مجنون کدام لیلی؟ لیلی یهود، لیلی بنی قریظه، لیلی صحرا، حمیرا. به همین خیال باش. التماس چشمانت در مقابل غرور زبانت خیلی حقیر است مرد عرب. حمیرا بیچاره شعذب، زیاده چشم چرانی کنی به جرم هیزی حدت میزنند. حمیرا بیا. آمدم مادر. امشب فرصت خوبی است بخت و اقبالت را امتحان کنی قاصد خوش خبر. ریش سفیدان بنی قریظه قدمت را خوشیمن میدانند. حمیرا پاچانگی نکن، بیا بزها را بدوش. خدایا این چه آتشی است که بر دلم زبانه میکشد؟ مرا چه به عشق دختر یهود. علی هر که بود و هر چه کرد بماند که داوریش با خداست. این روزها دوست و دشمن داغدار علی است و من میدانم که شما بزرگان قوم یهود هم با من هم عقیده اید، چرا که این رسم جوانمردی است. من و شما اهل کتابیم. قرآن و تورات هر دو دروغ را رسم مذمومی میدانند. من از بیم خشم شما که علی و علویان را دشمن خونی می دانید به دروغ پناه نمی برم. توقع دارم شما معتمدین و معتقدین به تورات هم صدق سخن را محترم بشمارید که این تنها سرمایه من و موجب خوشنودی خداست. من از نزدیکان خلیفه مقتول علی هستم. با مرگ علی بیزار از قوم یعجوج و مأجوج کوفه سر به بیابان نهادم. مرده بودم. مقدر بود که در این بادیه و در میان قوم یهود بنی قریظه دوباره متولد شوم. با دیدن حمیرا از گور برخاستم و در حباب چشمانش خود را زنده یافتم. چنانچه افتخار همسری او را به من بدهید به شرط شروطتان خازم،
والله قسم که از چشمانم عزیزترش می‌دارم و قول می‌دهم که تا زنده ام به حرمت این وصلت از شما حمایت کنم. حنزله، تو با اون دختر لکات عد بریدی و دوختی و ما را به مضحکه دعوت کردی که قش قش به ریش ما بخندی؟ تو به این همه بی حیایی و بی غیرتی؟ حرامت باشد، حرامت باشد شیر و نان و خرمایی که از شکم خودم زدم و به تو دادم. این بود جواب مهمون نوازیم؟ هاشا و کلا، این ضعیفه بی تقصیر است. پس حتما تقصیر آن پا شکسته و چشم باره است که با غمزه ای شیرت کرده ما را ریش خند کنی. همیرا، آی همیرا، چرا درشتی میکنی پدر جان؟ من که تقاضای نامشروعی نکردم. ما یهودی هستیم و تو مسلمان غریبه. حکایت ما حکایت پشم است و آتش. بین یهود و مسلمان چه وصلت است؟ خب بفرمایید، به مسلمان جماعت زن نمیدهید. من که به جنگ خیبر نیامدم پدر من. به نظر من تون تازی میکنی. مرام این جوان در محضر یهود مرام مقبولی است. آرام باشی، او که ما را دعوت به ترک یهودیت نکرده، از ما زن خواسته. صدق سخن و بلندی طبعت به جای خود. حتما میدانی که پیروان دین موسی در معامله با غیر یهود رسوماتی دارد. بله میدانم. رسم و رسومات برود زیر خاک شمعون. این مردک دهانش بوی شیر خام میدهد. چه میداند؟ چه میداند که دین و پیامبرش پوست یهود را کنده؟ از علی شنیدم که یهود خود بد کردند در تفرقه میان اوس و خزرج، پیمان شکنی کردند و در شیپور جنگ دمیدند. والا دین ما دین مصالحه است و پیامبر ما پیامبر عشق. اینقدر علی نشخار نکن. یهود به پیامبری که از بنی اسرائیل نباشد شهادت نمیدهد. خب شهادت ندهد. من از شما زن خواستم، نخواستم که مسلمان شوید. زن دادن به کفار حرام است. قبول، ما مسلمین هم زن دادن به کفار را حرام میدانیم. من که کافر نیستم پدر جان. من و شما هر دو یکتا پرستیم، نبت پرست. ما هر دو نماز و روزه داریم، حتی تا مدت ها قبله مشترک داشتیم. بیت المقدس، مسجد الاقصی، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. بگو هرس، آس، طلاپرستی، گوساله سامری، این از چهره یهود در کتاب مقدس شما. این چهره یهود بنی اسرائیل است، نه چهره موسای کلیم. قرآن موسای شما را تصدیق کرده، خطای بنی اسرائیل را به پای موسی ننوشته. شما هم خطای من مسلمان را نباید به پای پیامبرم بنویسید. عشان این تعصبات کور فقط یهود را بدنام می‌کند. به یهوا قسم تا امشب حجتی محکمتر از سخنان این جوان نشنیدم. پس مرا معاف کنید از این شب نشینی محمل بافی. آمدم تا مرگ علی را به عشق بنشینم. نمیدانستم که علی مرگش هم برای یهود مصیبت است. تندخویی و تند مزاجی اشعل را به من ببخش. بر من مسلم شده است ایشان مرد فهیم و دانایی هستند و از هر حیث شایسته، اما کارش از یک جایی میلنگد. فدایتان شوم، کجایش میلنگد؟ همه جایش میلنگد. تاجری که نیست، اشرافزاده ای که به قیافت نمیخورد. وقتی از نزدیکان علی باشی یعنی عربی هستی یک لاغبا. دختر بی کله شطورت بدهم یا به نخلستان آبادت. او را نگاه کن. اینقدر طفل معصوم را نزن هنزله، بی خود که زهزر نمی کند. زم شاید دردی داشته باشد زباب بسته. من یهودیم، دختر به غیر یهود نمیدهم. شنیدی جوان؟ برای تصاحب همیرا باید یهودی شوی. همیرا مسلمان شود چه؟ همیرا بخواهد مسلمان شود باید به قوم و قبیلش پشت کند. همیرا، شنیدی دختر صحرا؟ انتخاب با توست. حاضری مسلمان شوی؟ یعنی نه. اما
سکوت نشانه رضایت است. او جوابی نداد. زنان تابه مهران جوال. کلید دل و دین زن یعنی عشق. امشب مهمان منی. صباح الخیر مرد عاشق. خوب خوابیدی؟ ای وای، نمازم قضا شده. کاش بیدارم میکردی شمعون. معبود تو سنمی سیاه که باید بر او نماز کنی. شوزم هی عالمی دارد شیدایی عاشق. من هم در جوانی طعم عشق را چشیدم. قول میدهم که نماز ظهر و عشا را هم قضا کن. این دلبر مرئی زورش بیشتر از اون دلبر نامرئی است. من گیج و منگ شدم شمعون. عقلم بالکل کار نمی کند. نمیدانم در فرار از شهر تزویر و ریا سفر به کمال کردم یا به زلال. آن گم شدن، این عشق، آن هم از قوم یهود. خدایا این کیفر کفر است یا پاداش ایمان؟ مطلب بغرنجی نیست پسر جان. فرار از زن سنت ترساخاست که معتقدند دل خانه عشق خداست. زن که بیاید خدا بیاید. برای اثبات این باورشان هم عیسی ناصری را مثل می‌زنند. چون عاشق خدا بود زن اختیار نکرد. تو که ترسا نیستی، مسلمانی. پیامبر قریش شما از زنان فراری بود؟ نه، زن شیطان نیست که به ترسی ایمانت را غارت کند. من جای تو باشم حتی به یهودی شدن رضایت میدهم، چون به قول خودت موسی و محمد فرستاده یک خدای. تو هم که از قماش یهود بنی اسرائیلی شمعون. من تو را یهودی خردمند و منصفی میدیدم که مطیع حرف حق است. رندانه دینم را از من طلب میکنی؟ هیهات. من میخواستم به تو کمک کنم. با این ادا و اصول که نمیتوانی به وصال همیرا برسی. من میخواستم دین خود را به یک دختر صحرایی بفروشم. به کمک امثال تو احتیاجی نداشتم. ببینم جوان، یهودی شدن تو چه گرهی از کلاف سردرگم یهودیان باز میکند؟ ها؟ من از مسلمانی خود دست نمیکشم. به جهنم. سخنان دیشبت بوی دوستی میداد جوان. وقتی دیدم با خضوع و خشوع از یهود عشق میخواهی و به دور از تعصبات دینی طالب محبتی، حرفهای تو به دلم نشست. برای همین با اشعل جر و بحثم شد. حالا فهمیدم که تو هم لنگه اشعل. تا زمانی که امثال تو و اشعل باشند بین یهود و مسلمان شمشیر حکم میکند. و خوب نرو شمعون، کمکم کن. من خونت را خریدم دیوانه، کم کمکی؟ میدانم مدیونتم. تو نبودی مرا میکشتند. فکر نکن خطر دفت شد. همیرا مسلمان شود واویلا. بدون شک کار جفتتان تباه است. البته راه معقولتری هم هست. چرا هیشم اون؟ قید همیرا را بزنی بروی رد کار. به هر حال تا وقتی که مهمان منی در حمایت من. مرا به خاطر زحماتی که به شما دادم ببخشید. عمری باقی باشد جبران خواهم کرد. خداحافظ شمعون. تو واقعا قصد رفتن کردی؟ میبینی که عازمم. چه عجله‌ای داری؟
دیر یا زود باید بروم. چه بایدی؟ چه الزامی؟ چه جبریست؟ نه در قرار باشد نمکگیر قوم یهود شوی؟ حالا شده ای؟ من باید خود را به کوفه برسانم و با حسن ابن علی بیعت کنم. مطمئنی که دوباره راه رو گم نمی کنی؟ امیدوارم که راه گم نکنم. نمی خواهی با فرشته نجات ودا کنی؟ نه. این رسم بیوفاییست جواب؟ نمی توانم شمعون، نمی توانم. می ترسم با دوباره دیدن همیرا زانو بزنم و برای همیشه پیش قوم یهود بمانم. خداحافظ شمعون. خداحافظ مجنون. خداحافظ. شوزه؟ نمیشناسمت. ناراحت شدی؟ از چه؟ از اینکه بی خبر میرفتی. وقتی آمدی هم بی خبر آمدی، کسی منتظرت نبود. این شعف این ازن ساحره. من زور خودم را زدم. تیر و طایفت شرط محال میکنند. آنها از من میخواهند به دین یهود شوند. آی مرد عرب، فکر نکن با یک دختر ایلیاتی ساده لوح طرفی که به راحتی میتوانی گولش بزنی و به مراد دلت برسی. شاید به پدر علیل و لارم نگاه کردی و یابو برات داشت که لوبتی پیدا کردی بی صاحب. می توانم یک دیوان اشعار محصول عاشقانه برایت بخوانم که جوانان رعنای بنی نفیر و بنی قریظه برای همیرا می خوانند. تو چرا وقتی حق انتخاب داشتی لال شدی؟ تو یهودیت خود را فدای عشق کردی که من مسلمانیت خود را فدا کنم؟ من به خواستگاری تو نیومده بودم که به شرط و شروط تسلیم شوم. تازه مغز خر نخورده بودم که جواب شر بدهم. برای من حکم خونم بود. من حاضرم خون خود را به پای عشق بریزم. اما دینم را نه. برو مرد عرب، برو. دروغهایت را خریداری نیست. چرا باور نمی کنی زخمی را که با نگاهت زده ای کاریست؟ می خواهی جگرم را تقدیم کنم؟ بچه شدی شوزه؟ به خدای علی بگو بزن. می زنم. بزنم. همیرا بیا فرار کنیم. کجا برویم؟ به هر کجا که تو بخواهی. خواستی به کوفه می رویم. من در آنجا قوم و قبیله دارم. می توانم خانه دست و پا کنم و اموراتمان را به چرخانی. بعدش چه؟ بعدش تو می شوی بانوی خانه و من شوهرم. بعدش؟ بعد خوشبختی را در آغوش می کشی. دست پرورده ی علی نمی تواند من را خوشبخت کند. جلال خاله، نکند در شبانی حکمتی است که ما نمی دانیم؟ این که فرمودی وحی منزل است بر دختر چوپان یهود؟ تو هم که مثل هزارات ریش و پشم قبیلت دم از کینه علی میزنی. دست پرورده علی شاخ دارد یا دوم؟ شوزب، تو واقعا عاشق منی؟ تو بگو این همه عجزلابه برای چیست؟ یک شرط حاضرم به ایلو تبارم پشت کنم. کابینم خزانه کوفه، طلاهایش نه، حکومتش. بیا این هم نشان عهد و وفا. همیرا شیطان بود ماریا، شک ندارم. او که دشمنی علی در خونش بود، با لطایف الهیلی مرا از علی جدا کرد و غیبش زد. آخ نفرین به تو زن که 15 سال ارادتم به علی را غارت کردی. نفرین بر تو همیرا. تو فاتح خزانه کوفه شدی شوزم.
پس عروست کو. عروس از هجله گریخت ماریا. همیرا فقط میخواست از مرید علی یک خائن بسازد که ساخت. وقتی به مقصود خود رسید، مرا با لکه ننگی در پیشانی بر سر سفره آل امیه کاشت و نیامد. بعد از آن قول و قرار، من هم به کوفه آمدم و با حسن ابن علی بیعت کردم و شدم یکی از سرداران سپاه پسر علی. اما فکر همیرا لحظه ای رهایم نمی کرد. در خواب، در بیداری، در نماز و حتی در جنگ، همیرا ضعف مرا فهمیده بود. او خوب می دانست که کابینش جز با خیانت به علی میسر نمی شود. من هم شدم یکی از خائنین به حسن ابن علی. پاداش این خیانت به انتخاب خودم شغلی بود در خزانه داری کوفه. شدم مأمور مالیات. طولی نکشید که آوازه امانت داری و درست کاریم شهره خاص و عام شد. اخبارم به شام رسید و حکم خزانه داری کوفه به نامم نوشته شد. روزی که حکم امارت خزانه به دستم رسید، زین و یراق کردم تا خودم را به همیرا برسانم. قبیله کوچ کرده بود. به کجا؟ کسی نمیدانست. یکی دو سال کارم این بود از این واحه به آن واحه، از بادیهی به بادیهی سفر کنم به امید نشانی از همیرا. اما فایدهی نداشت، فایدهی نداشت. همیرا و قبیلهش دود شده بودند. زنان شامه تیزی دارند. حدس می زدم رقیبی دارم، اما نمیدانستم رقیبم دختری یهودی است. رقیبت مرده، حداقل در دل من مرده. دختر یهود جایش را به دختر ترسا داده. خدا را شکر، خدا را صد هزار مرتبه شکر. احساس میکنم خداوند هنوز مرا دوست دارد که فرشته‌ای مثل تو را برای نجاتم فرستاده. تو باعث شدی من دوباره علی را پیدا کنم. امشب این نشان گمراهی را به خاک می سپارم تا برای ابد از شرش خلاص شوم. ابن زیاد هم که بیاید خزانه را تحویل می دهم و می شوم غلام حلقه به گوش تو و این کوچولویی که برای دیدنش بیتابم. آرزو می کنم هرچه زودتر از راه برسد و خوشبختیم را کامل کند. واقعا من جای همیرا را پر کردم؟ واقعا شک داری ماریا؟ نه،
پس چرا میپرسی؟ نمیدونم، شاید به خاطر حسادت زنانم پرسیدم. به ولای علی قسم، تو برایم مسیحا دم بودی ماریا. دلی که به تیر خیانت دختر یهود مرده بود، با نفس عاشقانه دختر ترسا زنده شد. از امشب به بعد چه راحت بخوابم، چون مجبور نیستم رازی را از کسی پنهان کنم. همیرا امشب از دل و ذهن و سرنوشت من رانده شد. میروم تا نشانش را معدوم کنم. نه شوزب، خواهش میکنم این نشان را به من بسپار. چرا ماریا؟ احساس میکنم به این نشان نیاز دارم. این نشان فقط پریشانی روح میآورد و کابوس. نه ماریا، اجازه بده معدومش کنم. نه شوزم، تو را به جان ماریا قول میدهم هیچ وقت چشمت به آن نیفتد. خواهش میکنم.